شازده کوچولو قسمت اول زمانی که شش ساله بودم در کتابی به نام سرگزشت های واقعی درباره جنگلی بکر تصویر با شکوه دیدم تصویر مار بای رو نشون میداد که در حال بلعیدن حیوان درنده بود این تصویر این شکلی بود در کتاب نوشته شده بود مارهای بوا تومشون رو درسته می بلن بی اون که بجبن سپس سراسر سر شش ماه بعدی رو میخوابن تا اونو رو هضم کنن. تو اون زمان برای مدتهای طولانی به ماجراهای جنگر فکر میکردم. بعدها تونستم با مداد رنگی اولین نقاشیمو بکشم. نقاشی شماره یک این شکلی بود. شاهکارم رو به آدم بزرگا نشون دادم و از اونا پرسیدم آیا نقاشیم اونا رو میترسونه؟ در جوابم پاسخ دادن چرا یک کلاه آدم رو به ترسونه؟ اما نقاشیم هیچ شباهتی به کلاه نداشت بلکه تصویر و بوای بود که در حال یه فیل بود بنابراین داخل شکم و بوا رو نقاشی کردم تا آدم بزرگا بتونن موضوع رو بفهمند. اونها همیشه میخوان مسائل رو براشون توضیح بدی نقاشی شما تو من این شکلی بود آدم بزرگا نصیحتم کردن که نقاشی کردن مارهای بوا به شکل باز یا بستر رو رها کنم و در عوض به موضوع دیگه مثل جغرافی، تاریخ، حساب و دستور زبان علاقه نشون بدم. به این ترتیب در شش سالگی کار زیبای نقاشی رو کنار گذاشتم. در واقع از عدم موفقیت نقاشی های شماره یک و دو سرخورده شده بودم. آدم بزرگا هیچ وقت نمیتونم به تنهایی از چیزی سر در بیارند. و بچه ها از اینکه باید هر چیزی رو بارها و بارها براشون توضیح بدن خسته شدن. بنابراین سراغ کار دیگه ای رفتم و خلبانی رو یاد گرفتم. من تقریبا به همه جای دنیا پرواز کردم. از حق نگذریم جغرافیا در خیلی جاها به دادم رسیده. توی چشم به زدم میتونستم چینو از آریزونا تشخیص بدم و این خیلی به درد میخورد. به خصوص اگه در دل شب مسیر تو گم کرده باشی. در طول زندگیم با آدم های جدی برخورد زیادی داشتم و زمان های زیادی رو پیش اونها بودم. خیلی ها رو از نزدیک دیدم اما نظرم دنبال آنها بهتر نشده. وقتی به یکی از اونا برمیخوردم که کمی رو شنبین به نظر می رسید با نقاشی شماره یکم که هنوز پیش خودم نگشت داشتم اون امتحان می کردم. بخواستم بدونم آیا واقعا آدم فهمیده یا نه؟ اما همیشه با این پاسخ روبرو می شدم. این یه کلاهه؟ پس با اون نه درباره ما رو با حرف می زدم نه از جنگل و نه از ستاره ها. در عوض خودم رو تا سطح اون پایین می آوردم و از بازی گلف سیاست و انواع کراوات با اون صحبت می کردم و اون آدم بزرگ از اینکه با چنین شخصیت فهیم آشنا شده بسیار مشعوف می شد. به این ترتیب روزگارم به تنهایی میگذشت بی اون که کسی رو داشته باشم که با اون حرف درست حسابی بزنم تا اینکه شیش سال پیش در صحرای آفریقا هواپیمان دچار نقص فنی شد وسیله ای در موتور شکسته شده بود و از اونجا که نه مکانیک همراهم هم بود نه مسافری داشتم آماده شدم که خودم به تنهایی از پس این مشکل یعنی تعمیر دشوار هواپیما بر بیام مسئله مرگ و زندگی بود فقط برای هشت روز آب برای خوردن داشتم شب نخست بر روی شنهایی که هزاران مای دور از آبادی بود خوابیدم تنها تر از وریقی بودم که بر روی قایقی در وسط اقیانوس گم شده بود باید تعجب بیش از اندازه من رو تصور کنی وقتی که صدای ضعیف عجیبی مرا از خواب بیدار کرد در حالی که میگفت بی زحمت گوسفندی برام بکش چی برام یه گوسفند نباشی کن انگار سایره منو گرفته باشه از جا پریدم چشمم مالیدم و خوب نگاه کردم در مقابلم آدم کوچولوی بسیار عجیبی دیدم که موقرانه نگاهم میکرد این بهترین تصویریه که بعدا تونستم بکشم اما نپاشیم شباهت بسیار کمی با مدل اصلی داره. تقصیر من نیست. در شش سالگی توسط آدم بزرگا از نپاشی دل سرد شدم. و به مارهای بوای باز و مارهای بوای بسته چیز دیگه ای بلد نبودم بکشم. بنابراین با چشمانی که از تعجب گرد شده بود به این ظاهر نگاه میکردم. فراموش نکنید من در جایی هزاران مایل دورتر از هر آبادی بودم. وانگهی این آوا کوچولوی من ظاهر یک بچه گم شده رو نداشت که از شدت تشنگی، گرسنگی، خستگی یا ترس رو به موت باشه. در ظاهر نیز به کودکی سرگردان در وسط صحرا و هزاران مایل دور از مناطق مسکونی هیچ شباهتی نداشت. وقتی که بالاخره تونستم لب به سخن بکشایم بهش گفتم اینجا چی کار میکنی؟ و اون همچنان به آرامی روی حرف بسیار جدی میزنه تکرار کرد رسان برام یه گوسفند بکشت. وقتی به شدت تحت تاثیر رازی قرار میگیری جرأت نافرمانی نداری با اینکه در اون نقطه از زمین هزاران مایل دورتر از هر آبادی که خطر مرگم وجود داشت این کار بیمعنی به نظر می اومد اما با این حال ورق کاغذ و خود از جیبم بیرون آوردم ناگهان یادم اومد که من پیش از این جغرافیا تاریخ حساب و دستور زبان خوندم بنابراین با کمی بدخالوی به آقای کوچیک گفتم که از نقاشی کردن سر در نمیارم و اون چنی جوابی به ام داد. اشکالی نداره برام یه بوسفند بکش. از اون جایی که پیش از این هرگز تصویر بوسفند نکشیده بودم، یکی از دو نقاشی رو که بلد بودم یعنی تصویر مارو رو با آی بسته رو براش کشیدم. از شنیدن پاسخ آقا کوچولو شگفت زده شدم. نه nah, نه nah, من یه فیل داخل شکم مارو رو بوا نمیخوام. مار رو بوا خیلی خطرناکه و فیلم بسیار سنگین. اون وقت شروع به کشیدن بوسفند کردم. اون تصویر رو به دقت نگاه کرد و ادامه داد نه این پیش از اندازه بیماره یکی دیگه بکش بار دیگه نقاشی کشیدم دوستم لبخند ملی زد و با دلسوزی گفت خب نگاه کنی که گوسفند نیست یه پوچ شاخ داره بنابراین نباشید دیگه ای کشیدم اما این تسکیر رو مثل قبلی پذیرفته نشد یه خیلی پیره گوسفندی میخوام که زیاد عمر کنه از اونجایی که میبایست برای باز موتور هواپیمام عجله میکردم با بیحوصلگی تصویر زیر رو با خطوط کج و معوج کشیدم این جعبه که گوسفند مورد نظر توی اون قرار داره اما با دیدن صورت چون گل شکفته داور کوچولوم سخت تعجب کردم آها این همون چیزیه که میخواستم فکر میکنه که علف زیادی بخواد چطور آخه خونه من خیلی کوچیکه مطمئن باش کافیه گوسفندی که به دادم خیلی کوچیکه اون سرش رو به سمت تصویر هم کرد و گفت نه به این پوچیکی نگاه کن گوسفند داخل جعبه خوابیده و اینطور بود که با شازده پوچولو آشنا شدن این بهترین تصویریه که بعدها تونستم از اون بکشم مدت زیادی لازم بود تا بفهمم اون از کجا اومده شازده پوچولو که از من سوالات زیادی میپرسید به نظر میرسید هیچ وقت سوالات من رو از کلماتی که به طور اتفاقی از دهنش خارج می شد کم کم به چیزهای درباره اون پی بردم خلاصه وقتی برای اولین بار هواپیما دید از من پرسید این دیگه چیه؟ این چیز نیست یه وسیله که پرواز میکنه هواپیما منه از اینکه به اون فهموندم که پرواز میکنم احساس غرور کردم یه دفعه اون فریاد زد چطور تو از آسمون افتادی پایین من با حالتی متبازعانه گفتم بله آه خیلی مسخره است شازده کوچولو چنان قهقه بلندی سر زد که بسیار خشمگینم کرد آرزو کردم اکاش کاش بدبختیامو جدی بگیره سپس اون اضافه کرد با این حساب تو هم از آسمان اومدی مال کدوم سیاره هستی ناگهان نوری از راز و حضورش در آنجا بر دلم تابید و یه دفعه پرسیدم پس با این حساب تو هم از یه سیاره دیگه اومدی اون پاسخی نداد و در حالی که همچنان به هواپیمام نگاه میکرد سرشو با آرومی تکون داد تا نباید از جای خیلی دوری اومده باشی سپس در رویا دور و درازی فرو رفت بعد گوسفندم از جیبش بیرون آورد و به تماشای گنج خود مشغول شد رو بکنید که این یه اعتراف نصف و نیمه درباره سیارات دیگه منو به فکر فرو برد بنابراین تلاش کردم اطلاعات بیشتری در این باره کسب کنم آقا کوچولو من بالاخره به ما نگفتی که از کجا میای خونت کجاست و گوسفند اون میخوای کجا ببری اون بعد از سکوت متفکرانه پاسخ داد خوبی این جعبه ای که بهم دادی اینه که شبها حکم یه خونه رو براش داره البته همینطوره اگه پسر خوبی باشی یه تنابم بهت میدم که روزا گوسفند تو بهش ببندی با یه میخ بزرگ به نظر میرسید که این پیشنهاد به شازده کوچولو برخورد ببندمش چه فکر مسخره ای؟ اما ایده اونو نبندی همه جا سر میذاره و وم و میشه و دوستم یک بار دیگه قهقهه بلندی سر و گفت کجا بخواد بره؟ همه جا همینطور راست خودشو میگیره و میره این بار شازه کوچولو به طور جدی یادآوری کرد این کارو نمیکنه آخه خونه من خیلی کوچیکه دنگار کمی افسرده شده باشه اضافه کرد اگه راست خودتو بگیری و بری نمیتونی جای دوری بری به این ترتیب من دومین مسئله بسیار مهم و دریافتم. سیاره اون کمی بزرگتر از یه خون است. این مسئله چندان هم من متعجب نکرد. خب می که به جز سیارات بزرگی مثل زمین، مشتری، مدیخ، ظهره که نامهایی بر اون گذاشته شده صدها هزار سیاره دیگه وجود دارن که اونقدر کوچیکند که حتی به زحمت با تلسکوپ دیده می شن. وقتی ستاره شناسایی که از اونا رو پیدا می اسم یه شماره به اون میدن. مثلا اونو سیارک 3251 3251 مینامد. من دلایل محکمی برای نظریم دارم که سیاره ای که شاز کوچولو از اون اومده بود سیارک که به 612 است. این سیارک فقط یک بار اونم در سال 1909 توسط یک ستاره شناس ترک با تلسکوپ مشاهده شده. بنابراین اون یک اظهاریه بلند بالا از کشف خودش به کنگره به ستاره شناسی ارائه داد اما به خاطر پوشش لباسش کسی حرف اونو باور نکرد آدم بزرگا اینطوریه خوشبختان بخت به سیاره که بش ساعت روی آورد و در ترکیه یک دیکتاتور مستبد مردم کشورش رو به پوشیدن لباس اروپاییان وادار کرد ستاره شناسم یک بار دیگه کشف خودش رو با سر و بسیار آراسته ارائه کرد این بار همگان سخنانش رو تایید کردن اگه جزئیات مربوط به سیاره که 612 رو براتون تعریف کردم و شمارش رو بهت گفتم به خاطر آدم بزرگ است. آدم بزرگها عاشق عدد و رقمن. وقتی با اونا درباره یک دوست جدید صحبت میکنی هیچ وقت از شما درباره موضوعات اساسی نمیپرسن. به طور مثال نمیگن آهنگ صداش چطوره، چه, چه بازیایی رو بیشتر دوست داره، آیا پروانه هم جمع بلکه از ما میپرسن چند سالشه چند برادر داره وزنش جهده درآمد پدرش جهده ما در این صورته که فکر میکنن اون رو شناختن حالا اگه به اونا بگی من خونه زیبا با آجر و صورتی و گلای شمدونی کنار پنجره و کبوترهای نشسته بربامش رو دیدم اونا از تجسم چنین خانه ای آجزن. یعنی باید به اونا گفته بشه من یه خونه ست هزار فرانکی دیدم در اینجاست که اونا با خوشحالی فریاد میزنن عجب خونه قشنگی همیشه اگه شما بهشون بگی دلیل وجود شاز کوچولو به خاطر شیرینی هنده ها و درخواستش برای یک گوسفند بود و کسی که گوسفندی میخواد اثبات میکنه که وجود داره آدم بزرگا با بیتفاوتی شونه بالا میندازن و شما رو بچه فرض میکنن اما چنانچه بهشون بگی سیارکی که اون از اونجا اومده سیارک بش 112 نام داره در این صورت متقاعد میشن و در ادامه از طرح سوالات بیشتر خودداری میکنن آدم بزرگا اینطورین نباید توقع زیادی از اونا داشت بچه ها باید نسبت به آدم بزرگا دلسوز و با شفقت باشن البته ما که زندگی رو درک میکنیم اعداد و ارقام رو به مسخره میگیریم اما من دوست داشتم این داستان رو به شیبه قصه پریان اینطور نقل کنم یکی بود یکی نبود روزی روزگار این شاهزاد کچروی بود که بر روی سیارکی زندگی میکرد که به زحمت کمی بزرگتر از خودش بود این شاهزاده کچروی و ما دلش میخواست یه دوست پیدا کنه برای کسانی که پی به مفهوم زندگی بردن این شکل از روایت داستان بسیار واقعی تر میکنه از اونجایی که دوست ندارم کتابم و سرسری بخونن از بازگویی این خاطرات اندوه زیادی در دلم احساس میکنم شیش سال از رفتن دوستم با گوسفندش میگذره اگه در اینجا سعی دارم از اون بنویسم به این خاطره که فراموشش نکنم از یاد بردن یک دوست اندوه بزرگیه همه آدم ها دوستی ندارن منم تونستم تونستم مثل آدم بزرگای بشم که فقط به عدد و ارقام توجه دارم باز به همه خاطر بود که جعبه ای رنگ و مداد خریدم در سن و سال من از سر گرفتن نقاشی کار سختیه اونم زمانی که تجربه کاری جز کشیدن یک مار بوای باز و مار بوای بسته اونم در سن 6 سالگی رو نداشتم البته یقینا سعی میکنم تصاویری تا حد امکان مشابه همونو نقاشی کنم اما چندان مطمئن نیستم که تو این کار موفق بشم کل تصاویر خوب عذاب در میان و تصویر دیگه هیچ شباهتی به اون نداره قدری در مورد قد و قوار دوچار اشتباه میشم جای شازه کوچولو خط بلندتره و جای دیگه بسیار کوتاهتر به نظر میاد. همینطور در مورد رنگ لباسش کمی تردید دارن. بنابراین در کمال بی تجربگی این طور و آنطور خوب و بد مشخ نقاشی میکنم. گشته در نهایت در برخی از جزئیات مهمتر دوشار اشتباه میشم. اما چاره ای نیست. باید عذر منو برای این مسئله بپذیرید. دوستم هیچ توضیح نمیداد. شاید من رو آدمی مثل خودش تصور میکرد ولی متاسفانه من نمیتونستم بوسفند و از پشت جعبه ببینم شاید کمی شبیه با آدم بزرگا باشم مثل اینکه پیش شدم